آمین که تراوت حضور خدا در این پرستش العاده عالی به تک تک تون تر و تازگی و قوت تازهی بخشیده باشه آمین با تر و تازگی آماده شنیدن کلام هستی بخش خدا باشیم آمین؟, آمین ایمان دارم عزیزان در این روزهای خاص که پیش روی ماست خدا به وسیله پیام هایی که داره مخابره میکنه به کلیسا میخواد درک و فهم تازه ای از پسر محبوبش عیسی مسیح خداوند به کلیسای مقدس و مجیدش ببخشه آمین چرا که این درک و معرفت از عیسی مسیح تنها راه رسیدن به تعالی و کماله چرا که باید شبیه او بشیم موافقین هدف قایی خداوند برای نجات و خلقت ما اینه که شبیه پسر محبوبش عیسی مسیح بشیم و در این راستا در این مسیری که داره ما رو میبره این عطیه فوقالعاده عالی و بینظیرش روح القدس به ما داده شده که قوت بیابیم برای رسیدن به هدف روح القدس و پوری او این عطیه بزرگ و بی که به ما داده شده برای اینکه به هدف برسیم برای همین عزیزان خیلی خوبه خیلی عالی خواهد بود که از همین شروع این آگاهی رو داشته باشیم که هدف عمده این پیام ها این نیست که بر اطلاعات شما افسوده بشه یا اینکه باورهای تازه رو به خورد شما بدیم به ذهن شما وارد کنیم حتی هدف این نیست عزیزان که بخوایم یه چیزای تازه ای رو به شما شما رو متقاعد کنیم به موردهای خاصی یا بخوایم با الفاظی واژههایی، کلماتی شما رو سرگرم کنیم این پیام هایی که داریم میشنوین آمین که کلیسای خداوند بشنوه که روح به کلیسا چی میگه در مورد سرنوشت روحانی توه در مورد وضعیت قلب توه که در نهایت تو رو به شناخت عیسی مسیح خداوند چیزی که برای او خلق شدی ره سپار میکنه حرکت میده در نتیجه عزیزان این پیام ها یا تو رو به نور و آگاهی هدایت میکنه به طرف نور و حقیقت حرکت میده یا اصلا به درد تو نمیخوره و تازه خیلی هم دل سردت میکنه این موعظه ها و تعلیماتی که دارین این روزها میشنوین عزیزان تنها کسانی رو بیدار میکنه که مستعد بیداری روحانی باشن مشتاقن یک نارضایتی درونی توی قلبشون به لحاظ روحانی در قلب اوناست یا کسانی رو بیدار میکنه عزیزان که در آستانه بیداری هستن میخوان مشتاقن من ایمان دارم حتی اگه یک نفر از شما به این هوشیاری و بیداری برسین این موقعیت رو فراهم میکنین که افراد دیگه خیلی مستعدتر و راحتتر به این بیداری سوخ پیدا کنند. یک نفر که اگه بیدار بشه امکان بیداری جمعی رو خیلی تقویت میکنه و متاسفانه باید بگم اینو هم خودم شخصا بارها تجربه کردم هم در دیگران دیدم به خیلی به وضوح که خواستگاه بیماری بیداری عزیزان خیلی از عزیزان خیلی از افراد وقتی بیدار میشن که دوچار درد و رنج های خیلی زیاد سلیب های مکرر رو باید تجربه کنن چرا؟ که باید اون پوسته سخت انسان کهنه انقدر این پوسته سخته انقدر این خودخواهی و انسان کهنه سخته که باید سلیب زیاد درد و رنج های فراوان رو تجربه کنن تا به اون بذر نیکوی درون اونا انسان باطنی بخوره و اونو به ارتعاش دراره و منجر به بیداری روحانی بشه ولی بعضی از افراد خوشبختانه این توفیق رو دارن که در زندگی خودشون با شنیدن و دریافت نور حقیقت از طریق یک کلام، از طریق یک کتاب، از طریق یک موعظه به بی بیداری روحانی نائل بشن باور میکنین؟ خواهرمون اون محروق متنی رو گذاشته بود تو گروه که من یه تیکش رو سریع برداشتم به جانم چسبید نوشته بود آدمی دو نوع معلم داره آموزگار و روزگار هر چرا که با آرامی و شیرینی از معلم اول نیاموزی دومی با تلخی و درد به تو میآموزد بخش مهمه منور شدن تو عزیزان تنویر ذهن تو بیداری تو از اون آموزگار اول که به دست روزگار نیفتی شناخت آن انسان باطنی و حقیقی درون توه که کلام خدا چی بهش میگه؟ خلقت تازه خلقتی که خدا به وسیله روحش در تو آفریده افسوسیان باب دو آیه ده میگه آفریده شده در عیسی مسیح خداوند برای کارهای نیکو آمین برای اعمال نیکو که انسان کهنه از نه میشناسه نه قدرت و قوت عمل کرده داره خلقت کهنه اون انسان نفسانی تابع نفسه همون انسانی که پاسور هفته گذشته خیلی لذت بردم چطور پتش رو روی آب ریخت انسان بی تفاوت متاسفانه باید بگم بی تفاوتی بزرگترین گناه قرن حاضر ماست که خصوصیت خلقت کهنه است نسبت به کار خدا انسانی که به خاطر بی تفاوتی و خفتگی و قفلت در گناهان عدیده زندگی میکنه و باش خو کرده انسانی که طبق ذات کهنه خودش رفتار میکنه رفتارهای او چیه اعمال جسم دو هفته پیش گفتیم نیست خیلی خوب میشه یه بار گوش کنین اینو و تو نمیتونی خواهر و برادر عزیزم میخوام آب پاکی رو رو دستت بریزم تو نمیتونی با نفس بجنگی و پیروز بشی همطور که نمیتونی با تاریکی بجنگی نیست میتونی با تاریکی بجنگی تو فقط لازم داری نور حقیقت تنها نور حقیقت بر این تاریکی بتابونی همچون که چراغ رو روشن میکنی تاریکی میره نیست التماس نمیکنی تاریکی برو تو رو خدا تاریکی برو فقط چراغ روشن میکنی عزیزان تنها نور حقیقته که باعث میشه این انسان کهنه نحیف بشه تا اون انسان باطنی اجازه ظهور و تجلی داشته باشه در نتیجه خودش میتونه اعمال انسان نور رو انجام بده در نتیجه خودش میتونه زن و مردی باشه که موافق دل خدا اعمالی رو که موافق دل خداست انجام بده یوحنا 832 میگه حق رو خواهی شناخت و حق تو رو آزاد میکنه و همین آسونی از زن حق تو رو از این انسان کهنه دست پاگیر آزاد میکنه تو با تلاش خودت برای خوب شدن جلو اومدن تزریق های دعایی یا حتی اعترافات و توبه های بی پایان بدون نور حقیقت نمیتونی خوبی نهفته درون خودت اون ذات خودت اون خلقت تازه رو متجلی و عیان کنی در نچه نمیتونی طبق اون زندگی کنی نمیتونی طبق اون رفتار کنی آن خلقت تازه که ذات مسیحه که دیگه در تاریکی نیست تو با بیداری روحانی به این نور که درون توست همین الان درون توست به او اجازه مجال و ظهور میدی وقتی از درون متحول میشی وقتی از درون دگرگون میشی خواهر برادر عزیزم نه اون دگرگونی که شریعت از متشرعین خودش میخواد اون دگرگونی که پتروس لغزنده و بیستوبات رو تبدیل به یه صخره پایدار و استوار کرد اون دگرگونی و تحولی که از زن زناکار زنی قدیس ساخت اون دگرگونی که از پولس از آب دهنده کلیسا یک مدافع قیور برای مسیح و کلیسا ساخت آمین کسی که عیسی رو در خود داره حیات در او هست آمین اون دگرگونی اون مراج درونی عزیزان که اون حق باز عهد عتیق را به یک پرنس قوم ها تبدیل کرد اون معراجی که فرد ترسوی را مرد و زن ترسوی مثل جد اون را تا به حد سروری زوراور متحول میکنه باور میکنی؟ در این صورتی که نه تنها خودت بلکه چهره جهان خودت نیست متحول میشه وقتی انسان باطنی تو یاد میگیره تحت رهبری روح القدس پری روح القدس زندگی کنه نفس بکشه چون همزاد با خداست عزیزان من چون همزاد با خداست و تماما نیکوست دیگه نیاز نداری به این انسان نیکو بگی نیکویی بکن من علوم سن علوم. تو رو خدا بیا کلیسا بیا دعا کن چون ذاتن نیکوست چون ذاتا نیکوست فقط کافی نیکوی رو بهش بگی نیکوی چیه و این شخص چون کلام مکتوب خدا رو داره تحت رهبری روح القدس که ما رو به جمعی راستی هدایت میکنه آمین دیگه لازم نیست به انسان متحول شده بگی همیشه باید دعا کرد از با هم بودن جماعت قافل نشو باری به, جه باری به هر جهت هر از گاهی پیدا و ناپیدا نشو این خلقت تازه میدونه ما با همدیگه دیگه میشیم به محبت مسیح ما با همدیگه دیگه به یگانگی ایمان و پری خدا میرسیم آمین این انسان خداگونه که روح خدا هدایت میشه میدونه باید با مقدسین شراکت داشته باشه مرتب کلیسا بره کلام بخونه دیگه لازم نیست تعلیمات گسترده راجب ده یک بشنوه وقتی کلام خدا رو میخونه که میگه ده یک های خود رو به محسنهای من بیار تا در آنجا خوراک باشه فکر خدا رو در مورد زمینه مالی میشناسه جون نمیکنه که کارایی رو بکنه عزیزان دست و پا نمیزنه که بخواد کاری بکنه همچون که ماهی دست و پا میزنه میخواد شنا کنه طبیعت ماهیه که شنا کنه آمین آیا ستاره دست و پا میزنه که نور افشانی کنه یه ذره نور از خودش بیرون بیاد نه فقط میدرخشه چون ذات او طبیعت او برای درخشیدن آفریده شده یه درخت فشار بهش نمیاد که بعد از سالها یه دونه قنچه بیاره هنو گل نداده پرپر پر بشه. وقتی به اون نهرهای آب وصله قنچه میاره، گل میاره، میوه میاره و بارور میشه و باعث برکت خودش و زندگیهای دیگه میشه. آمین؟ چونکه روح خدا تعیین کننده زندگی اوست. چونکه روح القدس و پوری او تصمیم گیرنده اوست. و او همزاد با خداست. میتونه اعمال نیکو انجام بده نه خلقت کهنه که پر از بی نسبت به امور خداست این انسان کهنه این انسان نو دیگه نمیتونه در حسادت زندگی کنه نمیتونه انواع شهوت ها و زنا و خوشگذرونی ها رو تو دنیا گ... به چرخه غیبت کنه خش کنه کینه ورزی کنه بی تفاوت باشه نسبت به کار خدا پیش میاد که لغزش بخوره بارها لغزش میخوره اما اشکالی نداره چون چشیده این طبیعت تازه رو دوباره چی کار میکنه اعتراف میکنه توبه میکنه دوباره بلند کرده میشه توی شهرهای مقدس میاد بدون که احساس ندامت و محکومیت کنه حرکت میکنه به سوی اون نور و کامل کننده ای ایمانش چرا که او امین و عادله اگه گناههای خود را اعتراف کنی او تو رو بیامرزه و تو رو از هر ناراستی و اعمال جس پاک کنه اگه فقط یک بار خواهر برادر عزیزم با التماس بهت میگم اگه فقط یک بار شیرین رهایی از این بندهای شرارت و گره های یوغ انسان کهنه رو بچشی تجربه کنی تمامی تلاشتو میکنی که با هر قیمتی این انسان نور رو تقویتش کنی خوراکش بدی بلندش کنی به میزانی که هر دفعه نفس در تو کاسته میشه حقیقت عیسی نور عیسی در تو نمایانتر میشه فروتنی عیسی محبت عیسی در تو متجلی میشه به میزانی که نفس تو نعیف و ضعیف بشه این رئیس حیات عیسی در تو افسوده تر و عیانتر میشه انقدر که تو با او اونس میگیری دیگه هرگز انقدر با طبیعت نو که طبیعت اصلی خودته بیگانه و غریب نیستی دیو چو بیرون رود آمین عزیزانم روح انسان در سقوط آدم لگتمال شد له شد گوش می‌کنی چی میگم تحت انقیاد کامل نفس قرار گرفت و انسان به طور کامل نه یه مخلوقی متفاوت شد و این مخلوق متفاوت چون دیگه هم ذات با خدا نبود چی شد؟ از حضور خدا رونده شد دیگه هرگز و هرگز نوع بشر در هیچ مذهب و مرام و فرقی قدرت اینو نداره یارای اینو نداره عزیزان با هیچ اعمال سارهه نمازای صدرکتی هزار تا کارا و صدقاتی که بکنی انسان خوب باشی این انسان یارای اینو نداره که دوباره به حضور خدا بازگشت کنه ولی خدایی که در رحمانیت دولتمنده به وسیله زندگی مسیح مرگ قیام او و نزول و ریزش روح القدس چیکار کرد دوباره ما رو به اون مقام آورد آمین دوباره به وسیله مرگ و قیام و نزول روح القدس قومی جدید برای خودش آفرید آفریده شده در عیسی مسیح خداوند آمین آفریده شده در عیسی مسیح خداوند واقعا من نمیدونم هر موقع به این آیه فکر میکنم تمام وجودم وجد و شادی میشه برای چی؟ برای اعمال نیکو امت مقدس قومی که ملک خاص خداست تا چیکار کنه؟ تا فضایل او رو خصوصیت اخلاقی او رو اویی که ما رو از ظلمت جهالت ناگاهی گناه مرگ به سوی نور عجیبی پسرش هدایت کرد زندگی من و تو بتونه اعلام کنه بتونه من و تو رفتار من و تو این خصوصیت رو چکار کنه؟ ایان کنه، اعلام کنه اما چطور؟ چطور عزیزان ایسا رو بشناسیم؟ تو با اعمال او، خصوصیت اخلاقی او آشنا بشیم تا بتونیم این خصوصیت رو در ما شکل بگیره و به دنیا دیده بشه در حالی که وقتی که رو میخونیم یک در بزرگ آهنین جلوی ماس و شناخت خدا در متا باب و هفت دوباره خدا آب پاکی رو میرزه دو دست ما کسی پسر رو نمیشناسه جز پدر شلوز آس تازه هیچ کد جونم بکنیم تک تکمون صبح تا شبم هزار تا این های روحانی کاری بکنیم گفته هیچ پسر رو نمیشناسه جز پدر ولی من اول چی گفتم گفتم خودمون خود ما رو به درک و فهم تازه ای از عیسی مسیح برسونه در این روزها نیست وقتی با این واقعیت رو میفهمی با این آیه روبرو میشی انگار پیش روی ما سرزمینی قرار داره که من و تو یارای حتی فکر کردن چه برسه که نفوذ کنیم چه برسه که داخل این سرزمین بشیم مثل سرزمین کنعان اصلا اجازه ورود نداریم چون طبیعت مادی و نفسانی خواهر برادر در هرگز نمیتونه به معرفت عیسی مسیح خداوند برسه و پولس رسول جان ما رو بر و ما رو از اون پشت در بسته به دروازه های قدس و خدا میبره و غلاطیان یک پونزه میگه اما همین خدا رضا داد که پسر خودش رو در من و تو آشکار کنه آمین؟, آمین؟ همین پدر که میگه هیچ کس پسر رو نمیشناسه جز پدر همین پدر عزیز به خاطر اینکه دوباره در رحمانیت دولتمنده خوشنوده راضیه که پسرشو در من و تو آشکار کنه آمین آمی. یه آمین گفتن سرتکون دادن خیلی میتونه کمک کنه آمین آمی؟ برای همین دو هفته پیش ما این آیه رو با هم خونیم خود رو تقدیس کن چرا؟ چون خدا میخواد در میان تو کارهای عجیب بکنه خدا میخواد تو رو وارد سرزمین کنان کنه سرزمین کنان سمبل شناخت خداست یک شدن با عیسی مسیح خداونده خداوند میگه قبل از اینکه قوم وارد سرزمین کنان بشه همه چی سمبله اینه الان که وقتی میخوایم با عیسی آشنا بشیم با عیسی یک بشیم میگه خود رو تقدیس کن به قوم میگه امروز هم به ما میگه چون خداوند به وسیله روح القدس میخواد کارهای عجیب در تو بکنه یعنی خود تو در وضعیت قرار بده که هر صد دو مانعیه مانع جاری شدن این رئیس حیات در تو به واسطه روح القدس چیکار کنه دور شه اگه قراره عزیزان حیات عیسی در من تو افسوده شه باید یه چیزایی از اون نفس حق باز بی تفاوت چی بشه مثل قربانی سوختنی نزد خدا ریخته بشه و دستور عملی که خدا برای ما مهیا مح... کرده چیه روزه عزیزان روزه اش ایو 58 ما وقت نمی کنیم همه رو مرور کنیم سه چهار تا آیه فقط 58 شش میگه مگر روزی که من میپسندم این نیست که زنجیرهای شرارت زنجیرهای شرارت رو بگشایید و گره های یوغ رو باز کنید و مظلومان رو آزاد کنید و هر یوغ در من و تو شکسته بشه از اون بند های شرارت و گره های یوغ همه اون محدودیت های خفقان آوریه از جانب طبیعت نفسانی به طبیعت روحانی که تحمیل شده و عرصه رو بر طبیعت تازه تنگ کرده خودتون بارها تجربه کردیم پولس اینو چقدر زیبا میگه میگه زیرا آن نیکویی که میخوام بکنم میخوام بکنم الان شما اینجا هستین که مثل ایسا بشین این آتش شما ها رو نشون میده که روی این سندلی ها هستین ولی نمیتونین بکنین نمیتونیم ولی اون بدی که ازش بدمون میاد انجام میدیم چرا چون دیگه فاعل نیست در من 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 انسان نو فاعل نیست بلکه اون گناهی که در منه فاعله اون بی که بزرگترین گناه و باعث گناه های زیاد میشه فائل در من و دوره عمل میکنه زیرا اراده در من حاضره من میام جلو توبه میکنم من میام جلو خودم به عیسی مسیح میسپرم من تصمیم میگیرم ولی وقتی که جلوی مانع قرار میگیرم اون انسان کهنه رو من غلبه میکنه موافقی یا نه بارها من اینو تجربه کردم میخوام بیام مرتب کلیسا شاگرد مسیح بشم پیروی کنم اینو چقدر افراد اینو گفتن زندگی مقدس داشته باشم ولی نمیتونم یه وسوسه یه نفر باری دعوت میکنه آب دهنمون را میفته چرا؟ آه اشعیا 58 هفت میگه روزه گرفتن تنها راه رها کردن این انسان تازه اگر گره های دست و پا این انسان کهنه است اگر من و تو سهم خودمون رو نسبت به عهد خدا و انجام بدیم عزیزان اشعیا 58 تمامش از اول تا آخر عهده در مورد عهد صحبت می‌کنه اگه تو این کارو بکنی آنگاه من این کارو میکنم اگر تو این کارو بکنی آنگاه من این کارو میکنم اگه تو سهم خودت رو در این عهد انجام بدی انسان کهنه رو مصلوب کنی به انسان تازه اون مخلوق تازه که در من رو تو زیست میکنه فقط داره جون میکنه گاهی یه نفس نفس میزنه حکم مرگش رو امضا کنی رحم به این نفس نکنی آن وقت آن وقت مثل پولس میتونی بیستی اینجا بگی من دیگه زندگی نمیکنم بلکه مسیح در من زندگی میکنه مسیح که محبت میکنه مسیح که با گشاده دستی و بخشندگی با دلی پر از وسعت هدایا میده ده یک میده نه بلرز نکنه که من بیاد عاشق این ابیاد مولانا هستم که تو هفته بارها و بارها میخونم بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید از این مرگ نترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید از این نفس ببرید در نام عیسی مسیح که این نفس چو بند است و من و تو همچو اسیریم چه مرگ مبارکی خواهد بود افرادی که قبل از مردن میمیرن زنجیرهای شرارت و گره های یوق اگه تو با زبون کردن نفس عزیزان از طریق روزه و بلند کردن خلقت تازه از طریق دعا و کلام بیستی برای خدا و آنگاه نهر خدا جاری میشه آنگاه نهر حیات جاری میشه آنگاه نور تو مثل فجر طلوع خواهد کرد یادتونه چراغ فیتیله های قدیم وقتی روشنش میکردی اول چقدر شفاف بود بعد از مدتی جدار درونیش رو دود میگرفت کدر سیا یادم که باید چقدر مادر تفلک من اینو میسابید تا دوباره چی میشد میدرخشید عزیزان انسان نجات پیدا کرده تا شیشه وجودش زندگیش جلال خدا رو نشون بده و ما در این سفر زندگی حتی اگه در روح شروع کرده باشی چی میشه؟ در معرض سیاه شدن و کدر شدن اعمال جسم قرار می گیدید. هر کدوم از شماهایی که خیلی راحت رو این صندلی نشستین عزیزان توانایی انعکاس نور مسیح رو دارین خدا میخواد با این فراخانی عزیزان به وسیله روزه و خوندن کلام پاک خدا اون کلامی که مثل آب پاکه یک دوش روحانی بگیری تا این سیه فامی تو این جدارهای دود گرفته یه نفس تو چی بشه؟ پاک بشه تو جمیل و زیبا بشی تو مستعد درخشیدن نور مسیح بشی چرا؟ چون شما نور عالمین بگذارید این نور به درخشه میگه چی بگذاری یعنی با من و توه من باید بذارم تو باید بذاری انگاه تماما به من و تو وابست بگذارید که این نور بدرخشه. درخشه عزیزان تنها وجود پری خداست که ما رو تبدیل به نور عالم میکنه اگه میخوایم نور در ما بتابه و حیات در ما دیده بشه اعمال نیکو مسیح در, ما دیده بشه سماواتی بشیم این نفس از این بدن مقدس بریده بشه باید روزه بگیریم چطور روزه این کارو میکنه خیلی ساده است عزیزان وقتی غذا رو اهم از گیاه باشه موجود انسان باشه موجودات روحانی حتی این خوراک و ازش ببری چی میشه میمیره دیگه درسته یا نه میمیره اگه به اون انسان کهنه غذا نرسه انقدر به فکر بدنت نباشی نکنه ضعیف بشم نکنه بمیرم نکنه قش کنم اگه اینجوری فکر نکنی و این نفس بمیره و همزمان با دعا با شراکت با روح القدس یه خواهری تو جلسه خواهرم میگه مثل اینکه آمپول به کمپلکس به دوازده به این انسان تازه میزنی با دعا و روزه آمین حرف اول اون موقع چیه انسان تازه میزنه بعد میگه آیه هشت میگه صحت تو به زودی خواهد روید. بازم میگه خواهد روید عزیزان. انگار یه چیزی، یه بذریه که اونجا احتیاج داره به رویه. احتیاج داره جون داشته باشه. بهش غذا بدی، کود بدی. درسته؟ پس بازم با من توه. میگه صحت تو به زودی خواهد روید. اون صحت اون شالوم خدا، اون سلامتی خدا که درون توه خواهد روید. سلامتی نه فقط رو جسمم در تو میاد اکثر بیماری هایی که ما داریم ما خودخواهی بشره تنش افسردگی کینه تمام اینا اعمال نفسه که میگه آنگاه صحت تو سلامتی تو میاد و کولوسیان چقدر زیبا میگه این انسان کهنه رو با اعمالش خودت بیرون کن تازه رو بپوش چون که تو به صورت خدا خلق شدی باور میکنی و تو مستعدی که به شناخت خدا برسی انسان کهنه رو با اعمالش با دعا و روزه خودت بیرون کن و دوباره میگه آنگاه اگه این کارو بکنی آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو رو اجابت خواهد کرد چقدر میگین دعام خدا نمیشنوه ناله کردم نمیشنوه آنگاه استقاسه خواهی کرد و خداوند خواهد گفت اینک حاضر هستم زنم خوشبخترین انسان ها انسانی از ان نظر من که این آیه در زندگیش مستاخ پیدا کنه وقتی دعا میکنه خدا دعاشو جواب بده از دید منی خوشبختترین انسانه. عزیزان نمیخوام ناامیدتون کنم. ولی خدا با انسان کهنه هیچ کاری نداره. ولی استقاسه و دعای انسان تازه رو میشنوه. چرا؟ چون از ذات خودشه. چون خدا روحه. و خدا صدای انسان روحانی رو میشنوه. چون شماها از ازل با خدا بودین. گوشتون به منه این ورونور رو لطفا نگاه نکنید. این مخلوق تازه مثل اون مادری که در رحم مادر بچه‌ای که در رحم مادر نه ما بوده عزیزان وقتی به دنیا میاد پدره اصلا این خیالش نیست ولی مادر چون نه ما در رحم اون بوده بچه اتاق بغلی ها میکنه می دو مادر چرا چون نه ما با او زندگی کرده این انسان تازه چون از خداست به وسیله خدا روح خدا پر شده چون خدا روحه صدای انسان روحانی رو میشنوه دوباره شلوس آست و خدا روزه رو عزیزان به عنوان وسیله برای از بین بردن تسلط انسان مادی انسان نفسانی و روحانی قرار داده روزه سلاحی قویه برای سرکوبی خواهش های جسم روزه کلید دستیابی به مقصود و مقصد الهی برای شناخت پسر خداست وقتی اطاعت کنی دوباره میگه آنگاه آنگاه خداوند تو رو همیشه هدایت میکنه. هی نمیگی چه کنم چه کنم و فشار دندون. جان تو رو در مکانهای خوش سیر میکنه. تو مثل باغ سیراب هستی. مثل چشم آبی که هرگز آبش تموم نمیشه. اون تر و تازگیش رو از دست نمیده. سوال اینه چقدر تشنه ای؟ چقدر مستعد بیداری هستی چقدر میخوای سهم خودتو در این حرکتی که کلیسا داره میکنه انجام بدی با دعا و روزه چقدر موافق انسان تازه هستی طرف او هستی چقدر میخوای اعمال این انسان تازه ایسای مسیح خداوند در تو دیده بشه چقدر مشتاقی چقدر هفته پیش وقتی این کلام شنیدی به خاطر بی تفاوتیت شرمنده شدی اندوهگین شدی چقدر خدا مشتاق عزیزان که با همکاری من و تو این زنجیرهای شرارت و گره های یوق خودخواهی و بی تفاوتی را کلیسای مجید و پیروان حقیقیش باز کنه که صبح تا شب اینی بدبخت و تحصیلات من آینده من زن من زندگی من 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 این من کاذب راضی نشدنی هر دقیقه عزیزان پنجاه هشت نفر بدون اینکه فرصت شنیدن کلام خدا رو داشته باشن بدون اینکه نجات خداوند رو دریافت کنن دارن میمیرن پنجاه هشت نفر در هر دقیقه دارن بدون اینکه بشارت انجیل رو بشنون به جهنم میرن و من و تو بی تفاوت هر از گاهی میایم تو کلیسا روی صندلی ها میشینیم پر از بی تفاوتی عزیزان برقراری ملکوت و پادشاهی خدا در کلیسا در جهان یک شخصیته که بدون تجربه مردن برای نفست تو نمیتونی این پادشاهی قدرتمند خدا رو تجربه کنی در اون زمانم میبینیم عزیزان در زمان ایسا هزاران نفر به طرف عیسی حجوم می آوردن نگو وای چقدر عالی شیرین جان عزیز جان قربون شکل همجور بیا منو دنبال کن بیا هر دفعه دلت میخواد دنبال کن فقط کافی طرفدار من باشی نان و ماهی هم هر موقع دلت میخواد بهت میدم فقط مهم اینه که همجور دنبال من باشی افراد بیاین سیاه لشکر مسیح در اون زمان صداها رو خاموش کرد صداها رو در نطفه خفه کرد اگه میخوای منو پیروی کنی باید صلیب خودت رو برداری و انکار نفس کنی آمین و آنگاه خواهی دید قدرت مسیح چطور در غیر ممکنها دیده میشه آنگاه تو مثل باغ سیراب و چشم آبی که آبش تموم نمیشه خواهی بود که میری برای تشنگان عدالت برای گمشدگان فکر میکنی برای کار خدا و در نهایت در یه چرخه قرار میگیری که پر از پری خدا از جلال به جلال از قوت به قوت حرکت میکنی دیگه اینجا نمیای بدون وجد و اشتیاق و آتش درونی او رو خدمت کنی من میخوام خب خدمت کنم دو بار میای افراد میان نیومد دیگه نیومد فقط احساسی میشم برای خدمت موقع پرستش دیگه تو نمیتونی خشک و بی حرکت اونجا بشینی فقط نگاه نگاه بکنی دیگه به مردگی و در نهایت ولرم بودن تو نمیتونی خوب کنی دیگه نفوذ این دنیا آروم و خزنده در قلب تو راه پیدا نمیکنه دیگه قافل و بی تفاوت نیستی عزیزان دیگه با گناهان عزیزتر از جان کجدار مریض نمی کنی. باور می کنی؟ کتاب یویل باب دو آیه پونزه میگه در سیحون کرنا رو بنوازید در کلیسا کرنا رو بنوازید روزه رو تعیین کن محول مقدس رو ندا کن قوم رو جمع کن جماعت رو تقدیس کن چون پیام پنتیکاس اینه عزیزان پیام پنتیکاس در این خلاصه میشه که خدای پدر میخواد خدای پسر رو از طریق روح القدس در ظروف انسانی در من و تو در توی دنیا نمایان و آشکار کنه این پیام نهایی پنتیکاسته نمیدونم چقدر متوجه هستی تو شکوه آفرینش خدا هستی تو آفریده شدی در عیسی مسیح خداوند تا او رو و اعمال او رو متجلی کنی باور کن فکر نکن اگه از این هدف فاصله بگیری خوشبختی بدبخترین آدما ها، آدمایی نیستن که ایمان ندارن بلکه ایماندارایی هستن که ایمان آوردن یه پاشون تو خوشگذرونی دنیاست یه پاشون توی کلیساست تو خوانده شدی که ملک خاص خدا باشی برادر خواهرم این افتخار خیلی بزرگیه چون که در تو حیات وجود داره نور وجود داره هر که پسر رو داره حیات رو داره تو خوانده شدی که نمک باشی نور باشی این در توه در وجود توه که تا الان اجازه قد علم کردن ندادی به اون تو با روزه و دعا ببین که چطور وارسته و آزاد و رها شده نه بری دنبال این اون بر من دعا کن بلکه خودت یلی میشی تو کلیسا که دیگران به تو تکیه کنن خدا میخواد در این کالبرد انسانی و در این روزهای روزه که خالی میشی از اون انسان انسان کهنه روح القدسش رو در ما جاری کنه عزیزان نمایان باشه تا در نهایت قوت جلال از آن خدا باشه نه ما جلال پیدا کنیم تا اینکه خدا جلال پیدا کنه آیا میخواهید با این حرکت تازه همراه و هم نوا بشی خواهر برادر عزیزم آیا میخوای قدم های ایمان تو برداری قبل از اینکه شرکت کنی در این سفره مقدس قبل از اینکه به این قربانی گرانبها نزدیک بشی در این فراخانی بیای جلو اول همه من باید بیام جلو زانو بزنم خودتو تقدیم خدا کنی برای این روزها روزهایی که مراحل تقدیس رو باید بگذرونی با دعا روزه خودتو تقدیم کنی حاضری به خدا بگی لبک حاضری بیای خودتو بیای جلو و خودتو جدا کنی از این نسل بی تفاوت و ناموتی تو خواهرم تو برادرم از آن خدا هستی به دنیا اومدی نجات یافتی تو جدا شده برای خدا بیستی آمی این آزادی نیست که دنبال اکثریت باشیم برای اینکه خودخواهی خودمون رو خوشگذرونی های خودمون رو دنبالش باشیم این آزادی نیست آزادی اینه عزیزان که بتونی تو بر نفست قلبه کنی برای عیسی بیستی و بدون تعهد و لبک لب گفتم به او تو دائما برده گناه خواهی بود تو امروز آزادی که به جلو بیای و با جلو اومدنت خواهر و برادر عزیزم اعلام میکنی به نیروهای تاریکی و انسان کهنه تو که من مال عیسی هستم نه مال دنیا نه مال نفسم شاید شک داشته باشی شاید بترسی شاید باورت نشه این کار در تو انجام میشه حتی اگه یه ذره تکون خورده قلب تو بیا جلو بگو خدای من میخوام با دعا و روزه این انسان باطنی خودم رو تقویت کنم میخوام عیسی مسیح رئیس حیات در من افسوده و افسوده تر بشه و این خودخواهی و بیتفاوتی در من رنگ ببازه چند لحظه رو میبندیم بعد از یه دعای کوچیک که تموم شد دعوت میکنم از عزیزانی که خودشونو میخوان در این حرکت در این مسیری که کلیسا داره جلو میره برای فراخانی دعوت برای دعا و روزه بیان جلو و این قبل از اینکه به این میز نزدیک شن فیض خداوند رو دریافت کنن ای خدای عالی ایمان دارم ای خداوند که وقتی این گیرگاه هایی که در قلب و روح و جان ماست باز بشه ریخته بشه وقتی این زنجیرهای ترس خدا و خودخواهی بی تفاوتی که مال ما نیست تک تک ما قوم مقدس و برگزیده منتخب خدا هستیم ای خدای عالی ایمان دارم این بی تفاوتی این گره‌های های دست و پاگیر این یوخ های بی ایمان های فلج، مریض که داریم هر روز حملش میکنیم، مال ما نیست، مال اون انسان باطنی و حقیقی نیست. ای خدای عالی، دعا میکنم خداوند همین الان رول قدس ایمانی رو در تک تک ما به وجود بیاره. ایمان هست در ما، فقط با بله گفتن ما جون بگیره. تا در این روزها به خصوص برای 20 مای که خداوند تو وعده دادی روح القدس تو یک بار دیگه بریزی کلیسات و کلیساتو منور رو روشن کنی که همه ما تجربه کنیم چطور نور خدا بر ما تاله میشه چطور صحت و سلامتی بر جان کلیسا حکم فرما میشه چطور عدالت خداوند که کلیسای مسیح خداونده پیش روی ما در هر حرکت ما میخرامه در هر نیاز ما او پیش و پیش حرکت میکنه خداوند دعا میکنم این ایمان در تک تک ماها مایان روشن بشه که ما میتونیم نه فقط چند قطر آبی رو دریافت کنیم بلکه مثل باقی سیر آب باشیم مثل یه چشمه آبی باشیم که پر از تراوت و تازگی که هرگز پایان نداره ای خدا دعا میکنم که ما بفهمیم تک تک ما که ما خانده شدیم که به وسیله روح قدوس الهی این قدرت به ما داده شده که بنا کنیم برای سازندگی، برای مرمت، برای ترمیم خداوند ما کوک شدیم ما موازنه شدیم از در درون ما خداوند این اینو در ما گذاشتی که برای اینکه دیگران رو مرمت کنیم خرابی ها رو بنا کنیم در خودمون در دیگران در دنیا با این موازنه شدیم این دانه ها این قوت در ماست کمک کن که از روز و دعا نترسیم ای خداوند و خودمون بچشیم که در این راستا تو چقدر نیکویی خدای من خودمو تقدیم تو میکنم که امروز خداوند به من نشون دادی که چقدر منم احتیاج دارم و چقدر نفس کهنه در من اگه بیدار و هوشیار نباشم هر لحظه میخواد قد علم کنه در کلامت گفتی هیچ چیز کم ارزشی رو تقدیم من نکنین ای خداوند میخوام خودمو و هر کسی که این کلام با قلبش حرف زده خودش رو تقدیم تو کنه که گرام بها ترین و پر ارزشترینیم چون به خون ایسا خریده شدی خدا و میخوایم خودمون رو با خوشی با شادی و با ایمان تقدیم تو کنیم چون تو بخشنده خوش و دوست داری چون تو میخوای با این تقدیم و سرسپردگی خداوند کارهای عجیب در زندگی ما بکنی که به فکر ما نرسیده به ذهن ما خطور نکرده برای این خلقت تازه ای خدای عالی ای روح قدوس الهی در همین شروع احتیاج به خداوند یاری تو داریم همینجور که عزیزانم هم دارم فکر میکنم پرده ها جلو چشمو برداشته بشه اون عینکهای های سیاه کنار گذاشته بشه خداوند کلام جون بگیره در ما نور و حیات بشه چون که در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم